آوازه های خبر از آریانا امشب با اورانوس مصمم. مصمم بیش از 100 دانش آموز دختر برای سومین بار در سرپل. تلاش ناتو برای جلب کمک های بیشتر به افغانستان در نشست توکیو. و فرار ده‌ها تن از افسران ارشد سوریه به سرزمین ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. امروز دوشنبه پنجم سرطان سال 1391 خورشیدی است که برابر میشد با 25 ماه جون سال 2012 میلادی. مشروع خبرها. باز هم بیش از 100 دانش آموز یک مکتب دختران در ولایت شمالی سرپل توسط اشخاص نامعلوم مسموم شدند. لیسه دختران رحمت آباد در نزدیکی ساختمان ولایت سرپل قرار دارد. لال محمد احمد زیز خانگوی از اون سسسه پامیر به تلویزیون آریانا گفت تمام دانش آموزانی که مسموم شده اند به شفاخانه حوزه سرپل منتقل و تحت مراقبت های صحی قرار گرفتند. آقای احمد زیز میگوید آنها با کمبود نیرو در سرپل مواجهند و نمیتونن در عقب هر مکتب نگهبان توظیف کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش. این بار دست کسانی که مشغول سمپوشی در مکاتبند خیلی راحت به لیسه دخترانه رحمت آباد ولایت سرپل رسید و توانستند برنامه آموزش در این مکتب را برهم بزنند و ده دانش آموز را نیز مسموم نمایند. از شروع هفته این سومین مکتب دخترانه در سرپل می باشد که هدف سمپوشی قرار می گیرد. مردم محل آمار دانش آموزان مسموم شده را نزدیک به 130 تن گفتند، اما مقام های محلی آمار را کمتر از 100 تن خواندند. این بار نیروهای امنیتی بر علاوه آن که از دادن اطلاعات به رسانه ها خودداری کردند، مانع ورود خبرنگاران به شفاخانه نیز شدند و خبرنگاران نتوانستند حتی با دانش آموزان صحبت کنند. اما لال محمد احمد زای سخنگوی زون 303 پامیر در یک تماس تلفنی به آریانا تایید کرد که دانش آموزان لیسه دخترانه رحمت آباد مسموم شدند. آقای احمد زای از کمبود نیرو نیز در سرپل سخن گفته ابراز می‌دارد که آنها نمی‌توانند در عقب هر مکتب محافظ توظیف نمایند. سرپل امروز یک بار دیگر شاهد مسمومیت بود که در قضیه مسمومیت امروز در حدود 97 شاگردان لیسه رحمت آباد مربوط نایش اول سرپل میشه تا سموم و به شفاخانه انتقال و در صداوی تعداد زیادشان دوباره مرخص شدند. هنوز نشانه های مشخصی از عامل این مسمومیت به دست نیامده است و پلیس نیز از ادامه تحقیقات سخن میگوید. این در حال است که رئیس جمهور کرزی در آخرین سخنرانی خود گفته بود که دشمنان مردم افغانستان و آنهایی که مخالف آموزش فرزندان مردم هستند دست به پاشیدن گاز در محیط آموزشی میزنند. این در حال است که ده‌ها تن از منصوبان پلیس فرماندهی امنیه هلمند نیز مسموم شدند. فرید احمد فرهنگ سخنگوی فرماندهی امنیه هلمند با اظهار این مطلب میگوید که 40 تن از افراد پلیس شب گذشته در مرکز آموزشی این فرماندهی مسموم شدند و در حالی که وضعیت صحی آنها را خوب خواند افزود که افراد مذکور بعد از نوشیدن نوشابه‌هایی که از بازار به دست آورده بودند مسموم شدند. اما دکتر نثار احمد بارک رئیس شفاخانه بوست در شهر لشکرگاه گفته است که 76 پلیس مسموم شده و شفاخانه انتقال داده شدند. ناتو تلاش می‌کند که در کنفرانس توکیو تعهد بیشتر همکاری‌های کشورهای جهان را برای افغانستان به دست آورد. جنرال جان آلن فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان همچنان می‌گوید تا زمانی در کنار افغان‌ها باقی خواهیم ماند تا این کشور به ما نیاز داشته باشد. از سوی دیگر آتا محمد نوروالی بلخ نیز تأکید می‌کند که بدون کمک و همکاری جامعه جهانی افغانستان به پیشرفت دست نخواهد یافت. بشیر انصاری از مزار شریف گزارش می‌دهد. جنرال جان آلن در دیدار با والی بلخ روی مسائل مربوط به امنیت، انکشاف و تطبیق پروسه انتقال امنیت گفتگو کرده است. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی والی بلخ به تلویزیون آریانا ارسال شده، از قول جنرال جان آلن گفته شده: ما را در این لباس نظامی که می‌بینید، نمی‌خواهیم حتی یک روز در افغانستان باقی بمانیم، مگر اینکه دولت و مردم افغانستان به ما ضرورت داشته باشند. وعده می‌دهیم که افغانستان را یک افغانستان توانمند و دموکراتیک در جهان معرفی خواهیم نمود. خبرنامه به نقل از گفته‌های جنرال آلن می‌افزاید: ما به تازگی تعهد بیش از 50 کشور دنیا را در قبال همکاری با افغانستان در کنفرانس شیکاگو به دست آوردیم
و کنون می خواهیم در کنفرانس توکیو نیز این تعهدات و همکاری ها را داشته باشیم. در این دیدار آقای محمد نورولی بلخ گفته است که افغانستان نیازمند کمک های جامعه جهانی است و این کشور نمیتواند بدون کمک و همکاری جامعه جهانی به ترقی و پیشرفت دست یابد. آقای نور به جنرال آلن گفته است که افغان ها یک ملت تنبل نیست و دوست ندارد که برای همیشه بر دوش جامعه جهانی باشد و میخواهد با عنوان یک ملت زحمتکش به پای خود بیستد و پیشرفت کند. ادامه خبرها از کشور و روسیه. از آمریکا خواسته است در مورد ادامه حضور نظامیش در افغانستان پس از سال 2014 میلادی وضاحت بدهد. به نقل از آژانس خبری اینترفاکس، معاون وزارت خارجه روسیه گفته است اظهارات مقامات آمریکایی که گفتند نمیخواهند در افغانستان پایگاه دائمی داشته باشند برای روسیه واضح نیست. برخی از آگاهان سیاسی میگویند روسیه به دلیل گسترش روس افزون فعالیت‌های افراطگرایی در منطقه با این گونه ابراز نظر میخواهد به نحو در مسائل افغانستان دخیل گردد و عملکرد آمریکا در راستای مبارزه با هراس افغانی را از نزدیک پیگیری کند. عبدالوکیل نایبی این گزارش را تهیه کرده است. در حالی که قرار است تا ختم سال 2014 میلادی نیروهای خارجی افغانستان را ترک گویند، بیم و امیدهای در میان مردم افغانستان، همسایگان و برخی کشورهای منطقه به وجود آمده است. در تازه‌ترین ابراز نظرها در این زمینه، ایگور مارکیلف، معاون وزارت خارجه روسیه، با آژانس خبری اینترفاکس گفته است برای آنها همه چیز درباره قرارگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان بعد از سال 2014 روشن نیست. اگر تا سال 2014 امنیت در افغانستان تامین گردد، نقش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان چی خواهد بود؟ این مسئله که واشنگتن گفته است نمیخواهد در افغانستان قرارگاه‌های دائمی داشته باشد، برای روسیه درست روشن نیست و کشورهای دیگر عضو شانگهای هم در این زمینه نگرانی‌هایی دارند. ما امیدوار هستیم تا در این مورد جواب را به دست آوریم. با این حال برخی از آگاهان سیاسی میگویند روسیه از یک طرف نگران گسترش فعالیت‌های هراس افغانی به کشورهای آسیای میانه در عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان میباشد و از سوی دیگر مبهم بودن مدت حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان بر تشویش‌های آنان افزوده است. به گفته این آگاهان روسیه میخواهد با امتیازگیری بدون پرداخت هزینه از آمریکا خود را به نحوی در پیگیری قضایای افغانستان نزدیک سازد. روسیه میخواهد که در قضایای افغانستان عضویت شرکت در برنامه ها را داشته باشد. البته این عضویت را فدراتیو روسیه بدون هزینه خواستار است، بدون از این که هزینه در افغانستان بگذاره، سعی میکنه در کنار حضور آمریکایی ها در افغانستان به نحوی شریک باشد. روسا نگران توسعه دوباره بنیادگرایی و افراطی‌گری و در واقع مسئله یاغیگری هایی است که توسط طالبان و قرائت های بدی مذهبی است که توسط طالبان به وجود آمد و به نحوی خشونت منطقوی شکل بگیره دوباره، و این مسئله را آمریکا باید یک مقدار توضیح بده و شفاف بکنه که در مبارزه با تروریسم در چه موضعی قرار میگیرند در منطقه. هرچند موافقتنامه همکاری استراتژیک میان افغانستان و آمریکا قبلا به امضا رسیده است که در این موافقتنامه در مورد حضور نظامی آمریکا پس از سال 2014 میلادی در این کشور چیزی گفته نشده، اما در بخشی از موافقتنامه آمده است که نحوه حضور و عملکرد شماری از نظامیان آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان بر اساس یک سند دیگر در آینده نزدیک تعیین خواهد شد. و خبر اخیر از کشور این که ولسوالی ناره ولایت کنر شب گذشته بار دیگر هدف 50 راکت از خاک پاکستان قرار گرفته است. شمار از باشندگان این ولایت از دولت و مسئولان محلی انتقاد می کنند که در برابر این حملات پاکستان هیچ کاری نکردند، اما مسئولان محلی می گویند این موضوع در وقت معین به دولت مرکزی اطلاع داده شده و تلاش می شود تا این مشکل از طریق سیاسی حل گردد. سخنگوی والی کنر میگوید نیروهای پاکستانی بار دیگر منطقه باداش ولسوالی ناره این ولایت را هدف 50 راکت قرار دادند. به گفته وی در نتیجه برخورد این راکت ها یک کودک جان باخته است. سخنگوی والی بیان داشت که تا حال در مربوطات ولایت کنر 850 راکت از آن سوی مرز دیورن پرتاب شده که سبب خسارات هنگفت مالی را بار آورده است. مسئولان محلی این ولایت میگویند کمیسیون سه جانبه وزارت خارجه از این موضوع در جریان گذاشته شدند و تلاش ها جریان دارد تا این موضوع از طریق گفتگو حل گردد. ولایتی داری قومون را بلی دغه سره ناستی کړی، مشورې کړی دي، او هغه څه چې دغه توغندیز برید په
بندیدو که ډیر رول لوبوي دغه نه کار اخسته دی او دغه موضوع د مرکز سره او حتی چې دغه دریاخیز کمیسیون سره هم شریکه شوې ده چې تسلیم د هغوی کار دی او نور هغه پریکړې چې هغوی کوي ولایتي ادارې هغې تلبیه کوي او هغه به په سر سترګو باندې. در همین حال شماری از باشندگان ولایت کنر انتقاد میکنند که دولت و مسئولان محلی در واکنش به پرتاب راکت از خاک پاکستان به افغانستان هیچ کاری نکرده اند. پاکستان تو گوندی را لیگ داو سا شریک ده خبر ته هیڅ یو له شهادان په دغه کې وشو په حزابات او سوالې کې وشو اس غوږی ونه شو دغه پرون نه بل پرون ډیر اوریدل زمون خواندې او ریری زخمان شي نو په سپاستال کې څنګه سره کې په هغه غوږونو شو کو سونه وخت کیږي د کونړ په ولایت باندې د پاکستان د خوانه تو گوندی را روان دي خو شورای ولایتي اولی کلم غوږونه ک دنیا نه دا اوریدل موږ نه دا اوریدل. عملات راکتی پاکستان در بخش های مرزی افغانستان در شرق سال پار و امسال برای چندین بار تکرار شده است و دولت پاکستان تا اکنون پاسخ روشن به اعتراض های دولت و مردم افغانستان در پیوند به این قضیه ارائه نکرده است.